درود بر بینندگان، شنوندگان و کاربران این برنامه خاورمیانه و جهان. در هفته های اخیر به ویژه در روزهای اخیر شاهد تحولات بسیار گسترده بوده. در این لحظه که با شما صحبت میکنیم سایه سنگین جنگ بر بخشی از اروپا سایه افکن شده و همچنین در مورد منطقه خاورمیانه رویدادهای مهمی به وقوع پیوسته و در داخل ایران هم جنب و جوش و جوش و خروش به شدت ادامه داره و هر روز شدیدتر میشه. و برای بررسی این موضوعها دعوت کردیم از آقای علی جلالی، روزنامه نگار در فرانسه، که مهمان برنامه ما باشن و به پرسش‌های ما پاسخ بدن. آقای جلالی، خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، درود بر شما و بینندگانتون، در خدمت هستم. با حراس بسیار می‌خوایم این گفتگو رو با مسئله جنگ روسیه و اوکراین شروع بکنیم. چرا روسیه به این فکر افتاده که این حمله نظامی رو علیه اوکراین انجام بده؟ چه چیزی پشت پرده این نیت و این رفتار قرار داره؟ بله، با توجه به اون چیزی که ما در اخبار و رسانه‌های مختلف داریم می‌بینیم، انگیزه‌های بسیاری مطرح میشه که بیشترین این انگیزه برمیگرده به صحبت‌های به اون دیدگاه کاخ کرملین و شخص پوتین نسبت به در واقع ناسیونالیسم روسی و نسبت به گسترش مرزهای روسیه. اما این همه اون چیزی نیست که میشه در واقع دریافت. خیلی از کارشناسان و خیلی از نظرات دیگه مبتنی بر این هست که روسیه صرفاً به خاطر گسترش مرزهاش این کار رو انجام نمیده، چون شما وقتی میبینید روسیه با این گستردگی خاک چطور میتونه نیاز داشته باشه به دو منطقه کوچیک لوانسک و مناطق حائل بین اروپای شرقی و روسیه، چه امتیازی میتونه در اونجا داشته باشه؟ چون این مراکز و این مناطق هم مناطق چندان پیشرفتی از نظر اقتصادی نیستن و میشه گفت سود اقتصادی آنچنانی برای روسیه نخواهد داشت گرفتن و تصرف این مناطق، همونطور هم که خود روسیه گفته. بله آقای جلالی، میخوام پرسش چالشی بکنم. ناتو میخواهد برسه به مرزهای جنوبی روسیه، روسیه نمیخواد که این واقع اتفاق بیفته و از این جهت تمام این جریانات و بحرانها به وجود اومده. روسیه میترسه که ناتو بخواد خفش بکنه وقتی که اگر در اوکراین مستقر بشه. بفرمید. خواهش کنم، من دقیقا میخواستم به همین جا برسم و شما محبت کردید زودتر صحبت من عنوان شد. بله، من میخواستم همینه بگم، یعنی اینکه روسیه براش منافعی نداره که بخواد خاک اوکراین رو بگیره. خاک اوکراین برای روسیه ارزشی نداره. روسیه در واقع از دو موضوع میخواد بحث اوکراین رو در اروپا به عنوان اهرم فشار استفاده بکنه. یک، اینکه همین بحثی که شما عنوان کردید، فرمودید بحث ناتو هست. دوم، بحث اینکه روسیه میخواد به اروپا و به کشورهای غربی در وضعیت فعلی، چون الان کشورهای غربی و به خصوص امریکا در موقعیتی قرار دارن که به راحتی روسیه احساس میکنه میتونه حرفشو بزنه، همونطور که میبینید ایران داره حرفشو میزنه. متاسفانه سیستم فعلی در امریکا، دوستان امریکایی خیلی میخوام این کلمه رو به کار میرم، وا دادن از نظر سیاسی و این مسئله باعث شد که روسیه دست پیش رو بگیره. چرا این اتفاق قبلا نیفتاد؟ خب روسیه مدت ها پیش دنبال این مسئله بود. این قضیه که شما فرمودید دقیقاً یک به دلیل همین موضوع، دوم این که ضرب شستی از روسیه به کشورهای اروپایی و به خصوص اتحادیه اروپا و امریکا هست تا بتونه نشون بده که از نظر قدرت و هژمونی تو منطقه به چه صورت میتونه تاثیرگذار باشه. بله، از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی و از نظر منافع مادی سودی برای روسیه نداره و بیشترین صحبت همون صحبت اقتدار نظامی و رویارویی با ناتو است. چون زمان شوروی ما داشتیم بحث مقابله با ناتو رو به یک شکل دیگه و الان پوتین میخواد اون بحث رو
به سبک خودش و با اون ساختاری که مد نظرش هست در منطقه حاکم بکنه. و این به هر حال نگرانی است که باید سی پذیرفت. آقای جلالی، تا چه حد این انگیزه ولادیمیر پوتین برای احیای امپراتوری تزاری یا شاید احیای اتحاد شوروی که کل کشورهای سرزمین های منطقه رو در اختیار داشت، تا چه حد این عامل میتونه انگیزه اقدامات پوتین باشه؟ بله آقای امیر، اونطور که میشه نگاه کرد به قضیه، بحث امپراتوری تزاری دیگه برای پوتین مطرح نیست. پوتین دنبال امپراتوری پوتینه، دنبال امپراتوری تزاری نیست. چون نه واقعا اگر بخوایم مقایسه بکنیم، میبینیم تزار نگاهش به خلیج فارس بود، آبهای گرم دریای عمان و اتصال به دریای جنوب بود، در حالی که پوتین داره میره به سمت مدیترانه، داره میره دروازه مدیترانه رو در اختیار بگیره. چرا من اینو میگم؟ چون علی رغم بر اوکراین، شما میبینید که روسیه در سوریه به شدت فعال، اونجا خودش رو مستقر کرده و در واقع میشه گفت به یک شکلی از دو طرف دروازه مدیترانه رو در اختیار گرفته و این در واقع میشه گفتش که تهدید بسیار بسیار جدی برای اتحادیه اروپا و اروپا خواهد بود. چرا که مدیترانه بسیار جایگاه کلیدی و جایگاه مهمی برای امنیت اروپا خواهد داشت. خب روسیه بیشتر میشه گفت امپراتوری پوتین دیگه مثل تزار به دریاهای آب گرم خلیج فارس و عمان نگاه نمیکنه، به مدیترانه نگاه میکنه و این دیدگاه جدیدیه که روسیه به دنبالش هست و پوتین. سپاسگزارم، نکته جالبی رو گفتین و اینجا دو تا پرسش دیگه به ذهنم میرسه و پرسش نخست این است که ارتش روسیه به چه بهایی میتونه بر اوکراین مسلط بشه؟ آیا هزینه‌ای که آقای پوتین بپردازه برای تسلط بر اوکراین میارزه به اهمیت این سرزمین برای تامین اون هدفایی که شما بهش اشاره کردین؟ ببینید آقای پوتین وقتی که میاد یک برنامه ریزی میکنه، همونطور که دیدیم در دفعه قبل، در پیش آمد قبل که در اوکراین اتفاق افتاد، ایشون داره در دراز مدت حساب میکنه، سیاست دراز مدتی رو در نظر میگیره. اون وقتی که اون روز اون اتفاق در کریمه افتاد و اوکراین به اون شکل دچار تحول شد و روسیه در اون منطقه چنان عمل کرد، همونطور که دیدیم در گرجستان هم پیش از این روسیه عمل کرده بود، امروز در سوریه هم داره عمل میکنه، پوتین نگاه دراز مدت داره به این قضیه. و وقتی دراز مدت باشه نگاهشون، ایشون دیگه هر هزینه یا حاضره بده. چرا؟ چون در دراز مدت میخواد ازش سود ببره. ببینید نکته دریای مدیترانه امروز بسیار حائز اهمیت است برای روسیه، به خصوص از نظر توان دریاییش، به خصوص از نظر مبادلات اقتصادی و تجاری و منطقه‌ای که دریای مدیترانه میتونه حساسیت ایجاد بکنه برای تجارت انرژی، برای تجارت بحث‌های دیگه اقتصادی. روسیه با تسلطش بر این منطقه در واقع میشه گفت اروپا رو در اختیار میگیره و حتی میشه گفت نقطه اتصال غرب به شرق در منطقه خاورمیانه، بین اروپا و خاورمیانه رو هم میتونه تحت تاثیر قرار بده و این نکته خیلی خیلی میتونه در دراز مدت به نفع روسیه باشه، البته به شرطی که همین سیستم و همین نظامی که فعلا در اتحادیه اروپا در پیش هست و همچنین در امریکا پیش گرفته شده با اومدن دولت بایدن و با این ضعف سیاسی که وجود داره، خب میشه گفت که روسیه حساب این رو کرده که هزینه چندان سنگینی نخواهد داد، حتی علارغم اینکه تحریم‌های سنگینی هم وضع بشه، چون تاریخ ثابت کرده کشورهای اروپایی تحریمی رو هم که اگر بذارن بعد با امتیازاتی ممکنه توافقاتی بشه و بخشهایی از این تحریم‌ها جابجا بشه دیگه. نمونهش امروز داریم با ایران می‌بینیم. از فهوای سخن شما چنین برمیاد که از واکنش کشورهای اروپایی و ایالات متحده نسبت به جریان اوکراین راضی نیستید؟ به نظر شما کوتاه آمدن؟ بله، ببینید بحث کوتاه آمدن نیست، بحث اینه که از ابتدا اشتباه عمل کردن. وقتی که صحبت از اتحادیه، به یک زمانی ما فرانسه فرانسه بود، یک زمانی آلمان آلمان بود، یک زمانی هر کشوری استقلال خودشو داشت،
اتحادیه‌ای وجود نداشت. امروز وقتی اتحادیه شکل میگیره، شما یا باید این اتحادیه رو در مقابل روسیه قرار بدین یا در کنار روسیه. حد وسطی وجود نداره، چون روسیه کشوری مثل اندونزی نیست شما بخواید باش به یک سیاست کجدار و مریض طی بکنید. یا شما باید بپذیرید روسیه رو به عنوان قدرت برتر در مرزهای خودتون، یا بایستی با اون درگیر بشید. یعنی این پوتین این رو ثابت کرده در سیاست‌های خارجی خودش که یا باید من رو بپذیرید به عنوان قدرت برتر، یا باید با من کنار بیاید، یا با تو رو در رو میشم. و دیدیم که حتی گرجستان رو گرفت، هیچ کسی هیچ کاری نتونست بکنه. کریمه رو گرفت، هیچ کسی هیچ اتفاقی نیفتاد، چند تا تحریم. آیا شما فکر می‌کنید کشور پهناوری مثل روسیه که دیپلماسی رو هم بلده؟ آیا امیر این خیلی مهمه. ببینید یک کشوری مثل ایران تحریم میشه، سیاست‌های دشمنانه و دشمن ستیزی و ماجراجویانه داره، ولی دیپلماسی رو هم بلد نیست. خب این تحریم‌ها پدر این کشور رو در میاره. اما کشوری مثل روسیه که دیپلماسی رو بلده، ارتباط برقرار کردن در آینده براش چندان کار سختی نخواهد بود. قدرتش رو تحمیل میکنه و دیپلماسی رو هم پیش میگیره. و ما میتونیم بگیم که بله، من فکر میکنم کشورهای اروپایی متاسفانه نسل فعلی سیاستمداران در اروپا و همچنین در امریکا یک مقدار از واقعیت‌های موجود در خاورمیانه، در روسیه و در اروپای شرقی دور شدن. یعنی انقدر درگیر مسائل اتحادیه اروپا و مسائل داخلی خودشون شدن که هم از خاورمیانه دور شدن و میبینین امروز چین و روسیه در خاورمیانه چه میکنن، و همین که از خود اروپای شرقی، جایی که قبلا تحت اختیار اتحاد جماهیر شوروی بوده و پیش از اون هم تزارهای روسیه همیشه به اونجا چشم داشتن و دست اندازی داشتن، از اونجاها غافل شدن. و این نسل جدید اروپا متاسفانه، سیاستمداران اروپا میشه گفت از دانش و فهم سیاسی گذشته بی بهرن. آقای جلالی، رسانه‌های حکومتی در ایران مثل روزنامه کیهان، روزنامه جوان، فرهیختگان و غیره، اینها به شدت خوشحال شدن، بسیار استقبال کردن از حمله نظامی روسیه به اوکراین. چرا؟ خب آقای امیر، کاملا طبیعیه. شما توقع دارید از کسانی که تمام هستی و زندگی و عمرشون در پی تنش و چالش و جنگ و ترور و خون و خونریزی بوده، و کسانی که آرمانشون یا کشتن یا کشته شدن بوده، شما چه توقعی دارید؟ خبر خوش برای اینها اینه که در یک جایی از دنیا یک آتش جنگی به راه بیفته و یه عده کشته شن و این وسط اینا بتونن یک سودی ببرن، چون اینها منافعشون در صلح و آرامش و دوستی و شادخاری با جوامع دنیا نیست. مسلمه که کیهان، رسانه ای که همیشه از خشونت و جنگ و سرکوب و کشتار و کلام یک طرف صحبت کرده، رابطه یک طرف صحبت کرده، مسلماً از جنگ حمایت میکنه. حالا حتی اگر این جنگ، حتی اگر بین کسی دیگه، حتی بین روسیه و آمریکا نبود، روسیه و اوکراین نبود، شاید اصلا یک جنگ دیگه بود در یک نقطه دیگه دنیا که هیچ ربطی هم نداشت، ایشون باز حمایت میکرد. اما نکته ای هم هست، نکته این که خب به هر حال شما حکومتی در ایران بر سر کاره، به خصوص شخص مثل آقای شریعت مداری و آقای سرداران سپاه که در ایران هستن، اینها خب کسانی هستن که سرسپردن، اینها احضار میشن به مسکو، از اینها خواسته میشه برن به مسکو و سیاست بهشون دیکته میشه. رئیس جمهور مملکت ایران میره به مسکو، اونطور باش برخورد میشه. آقای قالیباف میره مسکو، تو خیابون زیر برف ساعت‌ها وای میسه، بعد آخرش دست از پا داره برمیگرده، دم در نامه رو ازش میگیرن، بهش میگن خوش اومدی. حتی ایشونو راش نمیدن اونطور که بتونه. یکی از مقامات لااقل کرملین رو، مقامات در شأن کرملین رو ملاقات کنه. خب شما اینها مجبورن، یعنی اینها به خاطر اینکه لااقل یه گوشه چشمی از ارباب ببینن و یک بذل توجهی از روسیه ببینن و مجبورن از این سیاست ها حمایت کنن، همونطور که اصلا حمایت میکنه. حیات اینها بستگی به حمایت روسیه داره. و خب از یه نظام دست نشانده شما نباید توقع داشته باشید که خوشحال نشه، حمایت نکنه و داد فریاد خوشحالی سر نده. آقای جلالی، در اواخر سلسله قاجار پادشاه میخواست بره سفر، احتیاج به پول داشت و از
بانک روسیه استقراض کرد. الان ما میشنویم که حکومت ایران هم میخواهد که 5 میلیارد دلار از دولت روسیه قرض بگیره. دو پرسش: آیا روسیه که الان درگیر جنگ با اوکراین هست پولی داره که به حکومت ایران بده؟ از کجا خواهد آورد؟ دوم اینکه اگر این پول رو هم بده با چه شرایطی پول خواهد بود؟ آیا دوران قاجار رو تکرار میکنن یا بدون بهره این پول رو در اختیار حکومت ایران قرار میدن؟ اینکه بدون بهره باشه که اصلا محال ممکنه. شما تصور بکنید که نه حالا روسیه هر کشور دیگه پولی به جای بده و بدون بهره در نظر بگیره که اصلا یک چنین چیزی محال ممکنه. 100% بهره هست با توجه به شناختی که از روس‌ها داریم. البته من خیلی احترام میذارم به روسیه، خیلی احترام میذارم به کشور روسیه. اونها دنبال منافعشونن. پوتین دنبال منافعشه. بسیار هم عالی. هر کشوری که به فکر منافع خودشه باید بهش احترام گذاشت. اما اونها نمیان که این پول رو به ایران بدن و ایران هم حالا اونطور که دلش میخواد امتیاز بگیره بابت این پول و اونطور که حالا روسیه بیاد باش کنار بیاد. روسیه ثابت کرده که از ایران به عنوان هم کارت برنده برگ برنده استفاده کرده در بازی‌های سیاسی خودش، هم در توازن اقتصادی منطقه. هم شما الان یک نمونه‌شو شما ببینید، بحث گاز و بحث ذخایر نفتی و گازی شمال در دریای خزر به چه صورت تحت کنترل روسیه است. روسیه است که دستور میده از اینها بهره برداری بشه یا نشه. یعنی ما هر کاری بکنیم در اصل باید در جهت منافع روسیه باشه. امروز روسیه یک کتاز گاز در اروپا است، در حالی که ایران هم میتونست گاز اروپا رو تامین کنه. ما منابع بزرگ گازی داریم. روسیه در اصل رقیب ماست، دوست ما نیست. رقیبیه که بر اساس منافعش ایران رو ازش استفاده میکنه. خب شما توقع نداشته باشه که این پول رو بیاد به ایران بده و فکر منافع خودش نباشه و سودی رو هم نبره، همونطور که تا به حال این کار کرد. اما من یه نکته میخوام اینجا اشاره کنم. شما اشاره کردید به دوران قاجار. ما وقتی نگاه میکنیم جمهوری اسلامی ایران امروز دقیقاً به همون روش و به همون سبک قاجار داره پیش میره و امروز هم دقیقاً به همون نقطه رسیده که قاجاریه در انتهای دوران خودش رسیده بود. منتها با این تفاوت که رژیم فعلی ایران خیلی در مسیری که داره میره خیلی تندتر، رادیکالتر و سریعتر از دوران قاجار داره به سمت انحطاط میره. خب اینها الان با همون سبک ایران فروشی میکنن، به همون سبک میرن درخواست میکنن، مطالبه میکنن، وام میخوان و به همون نسبت هم که در اون زمان خیانت شد به مراتب بیشترش امروز خیانت خواهد شد. عذر میخوام و بابت این وامی که خواهند گرفت منابع بیشتری رو در اختیار روسیه قرار خواهند داد. بله، من از اینجا میخوام به برجام هم بپردازیم و تاثیرات این جنگ بر مذاکراتی که در وین ادامه داره. ولی پیش از اون شما فرمودین که روسیه بابت این تجاوزکاری خودش هزینه گزافی نخواهد پرداخت. ما میبینیم که دولت‌های اروپایی گفتن که ما پروژه نورد استریم 2 رو، یعنی صادرات گاز روسیه به کشورهای غرب اروپا رو راکد میذاریم. این یه زیان اقتصادی بالاییست برای دولت روسیه. و همچنین گفتن که یک رشته تحریم هایی رو ما برقرار میکنیم که مبادلات بانکی روسیه به کلی ممکنه مختل بشه. سویفت رو اگر ببندن روی روسیه دست کم 70% از مبادلات پولی روسیه فلج میشه، متوقف میشه. آیا اینها کافی نیست که آقای پوتین رو از حمله به اوکراین یا از ادامه طولانی تر کردن این جنگ باز داره؟ خب ببینید آقای امیر، یه زمان هست صحبت از این میشه که تحریم میکنن که یک حرکتی که قرار بوده در آینده انجام بشه لغو بشه، نورد استریم لغو بشه، انتقال گاز به اروپا لغو بشه. ببینید این صحبت امروز فایده ای نداره. روسیه انتقال انرژیش کار امروز و دیروز نیست.
این صحبت بسیار عمیق‌تر از این حرف هاست و امکان انتقال انرژی، بله اروپا زمانی میتونست این حرف رو بزنه که از مدت‌ها پیش فکر و پیشبینیش رو کرده بود و میتونست جایگزین انرژی برای خودش داشته باشه. امروز اروپا این حرف رو میزنه، بسیار هم خوب، اما آیا واقعا میتونه بهش عمل کنه؟ پوتین داره به این قضیه نگاه میکنه. اروپا به چه شکل میخواد جایگزینی برای گاز روسیه پیدا بکنه؟ شما ببینید روسیه هم مرز اروپاست. اگر قرار باشه گازی به اروپا منتقل بشه، خیلی ارزونتر، خیلی راحتتر و خیلی به صرفه تر هست برای کشورهای اروپایی که از گاز روسیه استفاده کنن تا بخوان بیان گاز از خلیج فارس ببرن یا حتی ترکیه. امروز ترکیه رابطه چندان خوبی با اروپا نداره. ایران هم که اصلا از گردونه خارج شده. خب شما ببینید وقتی بیان بگن آقا ما تحریم میکنیم روسیه رو از نظر انرژی، بیشتری صدمه رو خود اروپا خواهد خورد. صنایع آلمان به شدت نیازمند گاز روسیه است. صحبت روشن کردن 4 تا اجاق منزل و 4 تا چراغ منزل نیست. نه، این واقعیتیه. صنایع آلمان نیازمند گاز روسیه است. اروپا زمانی میتونه این حرف رو بزنه و ما زمانی میتونیم این ادعای اروپایی ها رو باور کنیم که جایگزینی برای گاز. متاسفانه من عرض کردم خدمت شما، سیاست مداران و نسل فعلی سیاست مداران در اروپا به حدی ناشی هستن که اینها فکر این روزشون رو نکردن. اینکه سوریه بیفته به دامن روسیه، اینکه روسیه در ایران هر کار دلش میخواد بکنه و این تنشایی که اروپایی‌ها سالهاست با ترکیه هی دامن زدن، خب در چنین روز اینها میمونن و روسیه و چه کسی میخواد به داده اینها برسه؟ بله، حرف شما درسته. این تحریم‌ها از نظر روانی میتونه بار سنگینی برای روسیه ایجاد بکنه. سویفت که اشاره میکنید، من با شما هم عقیدم. سویفت میتونه فشار خیلی سنگینی رو به روسیه وارد بکنه. اما تجربه ثابت کرده که پوتین و کاخ کرملین با این قضایا روبرو میشه، میره تو دل ماجرا، ولی بعد با دیپلماسی سعی میکنه این قضیه رو طی مرور زمان حل بکنه. و این کار رو هم کرده. آقای جلالی، با توجه به آنچه که شما گفتید و جنبه های منفی قضیه رو در رابطه با سیاست های اروپا و آمریکا عنوان کردید، من میخوام بپردازیم به مذاکرات برجامی در وین و تأثیری که جنگ روسیه و اوکراین بر این جریان خواهد داشت. به نظر من دو تأثیر منفی داره از دیدگاه کشور اسرائیل، ملت‌های اروپایی و خود ملت ایران. یکی این که حکومت ایران قری میشه، گستاخ میشه، میبینه که دیدین که غرب، آمریکا و اروپا نسبت به روسیه چقدر ضعف نشون دادن، خب ما هم اگر در مذاکرات وین قدرت نشون بدیم و پایداری بکنیم و پایمردی بکنیم، در برابر ما هم کوتاه خواهند آمد. این یکی. تأثیر منفی دوم این است که ایالات متحده و کشورهای اروپایی ممکنه به این نتیجه برسن که بابا الان مسئله فوری ما روسیه و جنگ اوکراینه، ولش کنید، بیاد ببینیم چی میخواد حکومت ایران، چه امتیازاتی میخواد بهش بدیم، این قضیه رو تمام بکنیم. آیا این دو ارزیابی تا چقدر میتونه مورد تایید شما قرار بگیره؟ بله، این ارزیابی ها هست، یعنی این دیدگاه ها وجود داره و قابل توجه هم هست، اما میشه گفت یه اشتباه محاسباتی از طرف جمهوری اسلامی خواهد. ببینید اگر روسیه به اوکراین حمله کرده، اگر هر حساب و کتابی با اروپا روسیه پیدا میکنه، با آمریکا پیدا میکنه، کاملا متفاوت هست با اون چیزی که به ایران مربوط میشه. چون نحوه برخورد روسیه با جوامع بین الملل، با جامعه بین الملل، با کشورهای دیگه، اون نوع رفتار ایران نیست. ایران به یک شکل دیگه با دنیا روبرو میشه. روسیه حتی اگر از موضع قدرت هم روبرو میشه، اگر امروز با قدرت میاد، فردا حتما سر میز مذاکره است. شکی در این نداریم. شکی در این وجود نداره. اگر روسیه امروز با قدرت نظامی خودش وارد منطقه میشه، فردا حتما از این موضوع میخواد در میز مذاکره صحبت بکنه و توافقاتی در راه خواهد بود. یعنی این رو ما نمیتونیم منکرش بشیم. دیپلماسی روسیه وجود داشته و داره.
و خواهد داشت. اما در ایران چنین چیزی ما نداریم. ایران اشتباه محاسباتی میکنه که اگر روسیه با اوکراین درگیر شد، حالا اروپا و آمریکا درگیر این مسئله میشن و ایران حالا بیا بشین توافق کنیم یه چیزی. و بله این اشتباه محاسباتیه. چرا؟ به خاطر اینکه هر توافقی بشه که طرف ما آمریکا و اروپا نیستن. ما یک فاکتور بسیار مهم و تاثیرگذار در دنیا و خاورمیانه رو فراموش کنیم و اون اسرائیله. ایران داره اشتباه محاسباتی میکنه. دوران بایدن قرار نیست همیشگی باشه و دائمی باشه. ببینید نحوه بیان سیاستمداران و دیپلماسی ایران رو خودتون ببینید. بینندگان خودشون میتونن راحت قضاوت کنن. وقتی جمهوری اسلامی میگه من ضمانت میخوام برای این تفاهم برجام، خب آخه در کشوری که مثل امریکا جمهوری هست، جمهوری یک دموکراسی هست که رأی گیری میشه، رئیس جمهور میاد و رئیس جمهور بعدی که میاد هیچ تعهدی به گفتهای رئیس جمهور قبلی نداره و اصلا قرار نیست که چیزی تحمیل بشه به دولتی یا دولت مردی که در آینده میاد. خب این شما چطور میتونید یک چنین توقعی داشته باشی که حالا امروز اگر بایدن کوتاه اومد فردا کسی دوباره مثل ترامپ نیاد؟ چطور بود جمهوری اسلامی در زمان ترامپ صداش در نمی اومد؟ اگر میخواست حرکتی هم بکنه یا هواپیمای خودش از ترس میزد ساقط میکرد، یعنی از ترس ترامپ هواپیما رو زدن. یا اینکه اگر میخواست به این الاسد حمله کنه گوشه برمیداشت میگفت جناب خیلی عذر میخوام، ما میخواستیم یه سری بزنیم اونجا خدمت شما و اونجا رو میکوبه. نه، این اینا واقعیتیه. سیاست جمهوری اسلامی این چنینه، کاملا با روسیه متفاوت. و این یک اشتباه محاسباتیه که جمهوری اسلامی متاسفانه چون دیدگاهش به آینده اونطوریه که همه چیز رو در یک روند ثابت میخواد در نظر بگیره، یک سیستم دیکتاتوریه، فکر کنه در آمریکا هم باید همینطور باشه. اگر این اشتباه در اروپا اتفاق افتاده دیگه خواهد بود سیستم حاکم بر اروپا مثل سیستم حاکم در ایران 14 دهه ادامه خواهد داشت. نه، این اشتباه محاسباتیه. امروز روسیه از این فرصت استفاده کرد، با این تیم سیاستمدار اروپا و امریکا به این گونه معامله کرد، فردا با تیم دیگری طور دیگه معامله میکنه و قضایا رو حل میکنه. من اینطوری عرض کردم خدمت شما که روسیه در دراز مدت به این مسائل نگاه میکنه، اما جمهوری اسلامی چطور میخواد این کارو بکنه؟ جمهوری اسلامی یک روند ثابت رو داره. پس بنابراین جنگ اوکراین و روسیه به نظر من تأثیری در عواقب برجام برای ایران نخواهد داشت. اگرچه برجام حتی توافقی هم بشه اتفاق خاصی نخواهد افتاد و برای جمهوری اسلامی، برای مردم، حالا شاید برای جمهوری اسلامی گشایش کوچولویی بشه ولی برای مردم ایران و کشور ایران اتفاق خاصی نمیفته. بله، اجازه بدین قبل از اینکه این بحث رو تمام بکنیم چون پرسش دیگری هم درباره اوضاع داخلی ایران دارم، ولی میخوام به یک واقعیت تلخی اشاره بکنم، شاید اتفاقی باشه، و اون این است که در دوران اول برجام در حالی که پرزیدنت اوباما با حکومت ایران در حال مذاکره بود که به توافق برسن، روسیه ارتشش رو فرستاد و شبه جزیره کریمه رو تصرف کرد. اونجا هم گفتن ما روسیه رو تحریم میکنیم و غیره و غیره، ولی هیچ واکنش جدی دیده نشد. حالا هم که در این برجام دوم به نتیجه میرسید، باز روسیه میره و میخواد بخشهای دیگری از اوکراین رو بگیره و گفتیم که تهدیدهایی شده که تحریمتون میکنیم، این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، ولی در مجموع هیچ کدوم از این اقدامات هم ممکنه که تاثیرگذار نباشه و روسیه ببلد آنچه را که میخواهد ببلد و اشتهایش زیاد است. آقای جلالی اجازه بدیم بریم به یه موضوع داخل ایران. حکومت اسلامی ایران لایحه سیانت از فضای مجازی رو میخواد تصویب بکنه، میخواد به ملت ایران خدمت بکنه، میخواد ملت ایران، مردم ایران رو از انحراف دور نگه داره، ازشون سیانت بکنه و از فضای مجازی سیانت بکنه. قبول ندارید شما؟ والا اون چی که ایران ادعا میکنن در ایران سیانت، ببینید دیگه انقدر با این واژه ها در ایران بازی شده که دیگه اون ارزش واقعی این واژه ها از بین رفته. وقتی من یک دفعه در همین پاریس
چند تا جوان ایرانی اومده بودن اینجا گردش، وقتی که بهشون گفتم خب رسانه‌های ایران رو می‌بینید و به هر حال ماهواره‌ها رو می‌بینید، اینو گفت ما نیاز به ماهواره نداریم، ما همه چیزا همینطوری می‌فهمیم. گفتم چطور؟ اتفاقا اصفهانی هم بودن با لهجه اصفهانی، ما همه چیزا خودمون می‌فهمیم. گفتم خب چطور می‌فهمید؟ گفت هر چی که جمهوری اسلامی میگه، مثلا مثل حالا من الان میگم صیانت، مثلا پاسداری، حفظ کرامت، اینا گفت هر چی که اینا میگن ما دقیقاً می‌فهمیم قرار اتفاق عکسش بیفته. اگه کرامت شهروندی است یعنی قرار پدر ما در بیاد، یعنی دقیقاً قرار از کرامت خالی بشیم. میگفت هر چی که جمهوری اسلامی میگه در رسانه‌های جمهوری اسلامی، ما نیاز به ماهواره نداریم که در اون بر تحلیل کنه برامون، خودمون بلافاصله میفهمیم که چه اتفاقی قراره برامون بیفته. اگه قرار قیمتی کنترل شه دیگه میفهمیم که این قیمت میخواد سر به آسمون بزنه. اگه دولت گفت فلان چیز رو میخوایم ارزون کنیم حتما گرون خواهد شد. سیانت هم همینه. و آقای جلالی، حکومت اسلامی ایران میخواهد که اخلاق مردم ایران فاسد نشه. ایرانی ها به تمدن فرسوده و مزمحل غرب گرایش پیدا نکنن، چه بدی داره؟ چه خب. چیزی پشت پرده است؟ پشت پرده رو من خدمت شما عرض میکنم. اتفاقا من تماسی هم با ایران داشتم، با یکم منابع خودم در ایران که صحبت میکردیم. ایشون از نظامیان سابق ایران هست و اتفاقا بسیار هم ناراضی است از وضعیت ایران، جز اون نظامیان واقعا سرباز این مملکته که ناراضی از بس. در هر حال ایشون قضیه رو اینطور برا من عنوان کرد که در ایران بحث صیانت و اینترنت و کنترل فضای مجازی اون چیزی نیست که رژیم داره میگه. پشت پردش زد و بندهای اقتصادی شونه، پشت پردش کنترل بازار خرید و فروش و مسیرهای مالی اینترنتی که میتونه وجود داشته باشه، نگرانی از این بخش هست و الا نگرانی از بخش ارزش‌های اعتقادی نیست. چرا؟ من حرف این دوستمون رو تکمیل میکنم. ببینید در ایران ما دو قشر حاکم بر ایران داریم. ایران کره شمالی نیست که یک سیستم یک دست سیاسی نظامی و اعتقادی باشه، چین نیست. ایران کشوریه که درگیر دو حرکت مادیگرا که به دنبال پول و ثروت و غارت و چپاول هستن و بخش دیگه که اعتقادگرا و آرمانگرا و اسلامگرا و دنبال ایدولوژی اسلامیش هستن. اون بخشی که دنبال اعتقادات اسلامیش هست میخواد اینترنت فیلتر بشه، کنترل بشه، بحث صیانت، کلمه ای صیانت برای اونها به کار برده میشه که اونها راضی بشن، و بخشی که دنبال مسائل مادی هست امروز مخالف طرف مقابل شده و میگه آقا ما باید با این شکل اینترنت رو تحت کنترل قرار بدیم. خرید و فروش هایی که امروز داره به شکل گسترده‌ای و روزافزون در ایران روی اینترنت انجام میشه، این تجارت در ایران همونطور که در دنیا داره پیشرفت کنه در ایران هم داره پیشرفت میکنه، و از اونجایی که سپاه پاسداران و این قشر هسته قدرت در کشور دنبال منافع مالی هرچه بیشتر و انحصار هرچه بیشتر هستن، میخوان در این بخش وارد بشن. و شما نمونش اپلیکیشن هایی که جدیدن در اومده که من حالا یه لحظه اسم این اپلیکیشن رو، روبیکا که متاسفانه تبلیغش هم یکی از چهرهای هنرمند ایران انجام میده که واقعا جای تأسف داره. این روبیکا چیه؟ این تبلیغ چی رو دارن میکنن؟ چه چیزی میخواد کنترل بشه؟ صیانت از ارزش ها، آرمان ها، یا صیانت از جیب آقایون؟ چیزی که قرار هست بیاد شما ویدیو، تصویر، پول، تراکنش‌های مالی، خرید و فروش اجناس، همه چیز رو هم رصد بکنه، هم در اختیار داشته باشه، هر کجا خواست قطع بکنه، هر کجا خواست به جیب بزنه. خب شما میبینی که همون انحصار طلبی که در بازار سنتی ایران بود که سپاه و قدرت‌های نظام واردش شدن و اونها رو در انحصار خودشون در آوردن، حالا میخوان از این بازار هم جا نمونن. و بیشتر صحبت اینه، پشت پرده اینهاست، تجارت و انحصار بخش تجارت اینترنتی در ایران هست که میخوان روش سوار بشن. البته نگرانی هم دارن از بابت اینکه اگر این کار رو نکنن
تراکنش‌های مالی ممکنه اتفاق بیفته که با خارج از ایران باشه و اینها نتونن نه کنترلی روش داشته باشن و نه سهمی درش. سهم خواهیه، بحث سهم خواهیه. این اون نکته‌ایه که میشه گفت از صیانت میشه دریافت. یه نکته رو میخوام اشاره کنم و از واکنش شما آگاه بشم و اون این است که این اپلیکیشن های جدیدی که حکومت ایران میخواد جانشین بکنه ساخت چینه. خب ممکن که این یک نوع تعهد حکومت ایران نسبت به چین باشه در رابطه با اون قرارداد همکاری 25 ساله شون. بفرمید. خواهش کنم. البته من اینی که میگید رو روایت دیگه هم ازش شنیدم که از نظر برنامه نویسی و علم رایانه‌ای حتی برخی از متخصصین ایرانی در همین تفاهم دو طرفه‌ای که بین ایران و چین شده قرار هست که به چین برن و یا حتی همکاری با چینی‌ها بکنن و از هوش، توانایی و استعدادهای خودشون در اختیار چینی‌ها بگذارن. چرا که این صحبتی که من دارم میکنم از یک طرف چینی شنیدم که ایشون اعتقاد داره که در ایران استعدادهای بسیار بزرگی وجود داره در زمینه رایانه و برنامه نویسی و بحث اینترنتی که میتونن از این استعدادها چینی ها استفاده بکنن. البته خود چینی ها مردم بسیار مستعد و باهوشی هستن، ولی خب در ایران این استعدادها شناسایی شده و متاسفانه جمهوری اسلامی داره اینها رو در اختیار چین میذاره و اینها میرن، حالا خواسته یا ناخواسته، علیه خود ایران بعدن عمل خواهند کرد، چون سیاست های چین به نفع ایران نخواهد بود. اینا هر کاری بکنن اونجا بر ضرر اینا خواهد بود. اینو بایستی به این دوستان گفت که فریب نخورن و فکر نکنن که اگر فرش قرمزی در چین برای این استعدادها پهن شد، اینها دارن میرن برای ایران کاری بکنن. نه، اینا دارن میرن برای کسی که ایران رو میخواد چپاول بکنه کاری میکنن. در هر حال نکته این اپلیکیشنایی که شما فرمودید این نیست، این نگرانی وجود نداره که اپلیکیشن‌های چینی بخواد که سر ایرانی‌ها کلا بذاره. ببینید آقای امیر، چینی‌ها مردم بسیار شریفی‌اند، مردم بزرگی‌اند، مردمی هستن که کشورشون رو به این نقطه رسوندن و این قابل احترامه. اینو ما باید بهش احترام بذاریم. چینی‌ها دنبال این نیستن که ما را چپاول کنن. اون کسایی که میخوان ما را چپاول بکنن کسایی‌اند که الان خودشون رو نماینده ایران میدونن و با چینی ها قرارداد میبندن. خود مقامات چینی میگن آقا ما دلمون نمیخواد به شما کالای بد بدیم، اما طرفی که از اون پاسداری که از ایران داره میاد شرکت خصولتی داره و میخواد تجارت با چین رو برقرار بکنه و بر کالا به ایران ببره، خودش میاد به چینی ها میگه آقا من آشغالترین جنستو میخوام. در زمینه نرم افزار هم همینه، در زمینه خدمات حتی امنیتی هم همینه. آقای امیر، من در سال فکر میکنم در سال دوم فرماندهی آقای قالیباف بود در نیروی انتظامی، حالا دقیقا رقم تاریخ خاطرم نیست، دوم یا سوم فرماندهی ایشون در نیروی انتظامی بود، من شنیدم که قرار بود تجهیزات دفاع ضد هوایی و موشک‌های ضد هوایی از چین خریداری بشه. صحبتش بود که پیگیری میکنن که خریداری بکنن. من در اون زمان خب ارتباطی داشتم با یکی از سرداران ایران، خب در ایران بودم، خبرنگار هم بودم، طبیعی بود که با این افراد تماس داشتم و خبرها رو میگرفتم و کار خبری میکردم. ایشون به من گفتش که با یک پوزخندی به من، سردار بود ایشون، از سرداران نظام بود، همون موقع سر کار بود، یعنی از کسانی بود که صبح میرفت دفترش و به نفع جمهوری اسلامی امضام که، ایشون با یه پوزخندی به من گفت تو فکر کنی این سامانه دفاعی که ما بخواییم از چین بخریم مال کیه؟ مال 50 سال پیشه. و این کسی که فرستادن اونجا براش، این براش مهم نیست داره چی میخره، میخواد کمیسیون از چینیا بگیره. بله. اون سردار و نمایندهی که رفته این قرارداد رو بنده میره کمیسیونش از چین بگیره و برای همین نمیره جنس خوب از چین برا ما بیاره، یه سامانه قوی پدافند موشکی. و بهانش هم اینه که ما میریم اینو ارزونتر میخریم، میاریم بومی سازی میکنیم، ترکیبش میکنیم، یه چیزی به اسم خودمون در میاریم. و در واقع به همین شکل تو بحثای دیگه، تو بحث لوجستیک، تو بحث لوجیسیل، تو بحث نرم افزار کامپیوتر و بحث این چنینی، متاسفانه اگر هم قراردادی بشه، تفاهمی بشه، اپلیکیشنی به ایران داده بشه تو هر زمینه حتی دفاعی هم، ما میتونیم بگیم که اون طرفی که میره این مذاکره رو میکنه کارش و هدفش
کمیسیون گرفتن، سود بردن و سهم خواهی، کاری به نفع ایران نخواهد کرد و همه اینا به ضرر ما. آقای علی جلالی سپاسگزارم، بسیار خیلی سخن گفتن با شما لذت داشت و مطالب بسیار دیگری هم هست در رابطه با ایران که وقتمون تمام شد و این رو موکول میکنیم به یک گفتگوی بعدی. پرسش های دیگری هم در رابطه با اسرائیل، امنیت خاورمیانه، مسئله خلیج فارس و غیره هم دارم که موکول میکنیم به یک فرصت دیگر. سپاسگزارم از شما. خواهش میکنم. متشکرم از شما.